فعالان حقوق بشر تجمعی ضد جنگ در پایتخت فرانسه برگزار کردند. فعالان حقوق بشر با حمل دست هایی در خیابان پاریس علیه حکومت آل سعود شعار سر دادند و اعلام کردند که دولت فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی و غربی باید روند فروش سلاح و تجهیزات نظامی و جنگی به آل سعود را متوقف کنند. این معترضان تاکید کردند که عربستان از این سلاح در جنگ علیه یمن و کشتار مردم بیگناه این کشور استفاده می کند. علی اکبری گزارش می دهد. فعالان حقوق بشر با برگزاری تجمعی علیه جنگ در پاریس پایتخت فرانسه خواستار توقف فروش سلاح به عربستان سعودی شدند. مترزان یادآور شدند که سعودی ها در قالب اعتلاف عربی به صورت روزانه منازل بیمارستان ها و زمین های کشاورزی مردم یمن را بمباران می کنن. پیش از این نیز نهادهای های بین المللی فعال در زمینه حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر خواهان توقف فروش سلاح به عربستان شده بود. برخی از کشورهای غربی اما علا رقم درخواست های حقوق بشری همچنان با تعلیق یا ممنوعیت صادرات سلاح به عربستان و امارات برای استفاده در جنگ یمن مخالفت می کنند. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت تجارت بین المللی بریتانیا در سپتامبر سال 2020 مجوز صادرات موشک و بمب به ارزش 1 میلیارد و 88 میلیون دلار به عربستان را صادر کرد. لندن موقتا در ژانویه سال 2019 میلادی پس از حکم دادگاه استیناف این کشور صادرات تسلیحات جدید به اطلاف عربی را متوقف کرد اما قراردادهای جدید صادرات سلاح از ژوئیه همان سال بعد از اظهار نظر وزیر تجارت بریتانیا مبنی بر اینکه نقض قوانین بین‌المللی در یمن حوادثی استثنایی بوده از سر گرفته شد. از طرفی دیگر اتحادیه اروپا هفته گذشته با اکثریت قاطع آرا به توقف فروش تسلیحات نظامی و امنیتی مورد استفاده در یمن رأی داد و خواستار بازخواست کشورهای عضوی شد که با فروش سلاح قوانین این اتحادیه را نقض می کنن. شایان ذکر از فرانسه سومین کشور صادرکننده کننده سلاح به عربستان است به طوری که پاریس پس از آمریکا و بریتانیا چهار درصد از تسلیحات صادراتی به عربستان بین سالهای 2015 میلادی تا 2019 را داشته فرانسه همچنین دومین کشور بزرگ صادرکننده کننده سلاح به امارات است رئیس جمهور جدید آمریکا جو بایدن نیز اعلام کرده بود که فروش سلاح به عربستان سعودی را متوقف می کند اما کشورش روز گذشته یک قرارداد تسلیحاتی با سعودی ها به امضا رسانید تا بزرگترین صادرکننده سلاح به عربستان باقی بماند